همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا همراه ما هستش. آرش، واکنش مقامات کنگره به تحولات منطقه و همینطور گفتگو بین بایدن و نتانیاهو چه بوده؟ ببین، واکنش ها کماکان ادامه دارد. این گفتگو ساعتی قبل اتفاق افتاده است. جزئیات زیادی ازش منتشر نشده. دقایقی پیش شبکه ABC آمریکا گزارش داد به نقل از خبرنگارشون در کاخ سفید با بعضی از مقامات دولت بایدن که اونها هم نخواستن نامشون فاش گفتگو کردند که در این گفتگوی تلفنی حضور داشتن، مشاورانی بودن که حضور داشتن. به شبکه ABC گفتن که دولت بایدن از نتایج این مکالمه راضی است. مکالمه مستقیم بود، بی پرده بود، صریح بود، شفاف بود. بیشترش در مورد حملات قریب الوقوع احتمالاً اسرائیل به جمهوری اسلامی است، ولی بخشایش هم راجع به حملات اسرائیل به در واقع مواضع حزب الله و لبنان بوده است. و در کاخ سفید به خبرنگار ABC گفتن که اسرائیل در واقع یک طرحی رو ارائه داده است با آقای بایدن در مورد حمله به جمهوری اسلامی که بیشتر شامل حمله به مواضع نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی است، نه تجهیزات و تأسیسات اتمی یا برخی از تأسیسات نفتی. قبلا صحبت شده بود در موردش. واضح هم است که در مورد اینها ایالات متحده از روز اول آقای بایدن گفته بود که حمایت نمی کند از حمله به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی. حتی صحبت و گفتگوهایی هم که در مورد حمله به تأسیسات نفتی جمهوری اسلامی شد، در حالی که کمتر از 30 روز مانده است به انتخابات آمریکا، دموکرات‌ها بسیار نگران هستند که هر گونه حمله به تأسیسات نفتی جمهوری اسلامی اثرات بسیار شدیدی بر بازار نفت داشته باشد. در طول این چند روز ما کارشناسانی دیده ایم که آمدند و ادعا می کنند که اگر همه چیز در تنگه هرمز به هم بریزد، نزدیک به 20 میلیون بشکه نفت که به دنیا منتقل می شود توسط تمام این کشورهایی که تولید کننده نفت هستند در منطقه خلیج فارس، می تواند قیمت نفت را تا 500% افزایش بدهد. بنابراین الان این گزارشی که ABC داده است که حالا فعلا یک منبع است ولی میگوید به تأسیسات اتمی و نفتی حمله نخواهد کرد در پاسخ به حمله موشکی جمهوری اسلامی، به نوعی نفس راحت برای کاخ سفید و دموکرات هاست. هرچند که جمهوری خواهان به نظر میآید که هنوز با آقای نتانیاهو میگویند که حرف کاخ سفید گوش ندهد. نمونهش هم صحبت های آخر آقای تام کاتون با شبکه فاکس نیوز است که میگوید الان اسرائیل است که در خاورمیانه تعیین میکند سیاست چیست، نه دولت بایدن. ایشون به باد انتقاد گرفت دولت بایدن رو، به بی صداقتی دولت بایدن رو متهم کرد در قبال اسرائیل و گفت در جلوی مطبوعات یک گونه رفتار میکنند و پشت سر اسرائیل به نوع دیگری رفتار میکنند. از خانم کامالا هریس به شدت انتقاد کرد و گفت اینکه کاخ سفید میگوید خانم هریس در مکالمه بین آقای بایدن و نتانیاهو حاضر بوده است فقط برای اینکه ایشون رو کمک کنند در کارزار انتخاباتی، ولی بودن معاون اول رئیس جمهوری در این گفتگو نه فایده ای دارد، نه ایشون کسی است که تصمیم گیرنده باشد. تصمیم گیرنده ها بایدن و نتانیاهو هستند، ایشون حضور دارد. ولی آقای تام کاتن گفت همین که ایشون رو نشون میدهند این است که میخواهد کاخ سفید کمک کند به کارزار خانم هریس. در این حال هنوز هم گروه‌هایی از کنگره آمریکا، بیشترشون سناتورها، به منطقه سفر کردند، در حال رایزنی و لابی هستند برای اینکه قدم‌های بعدی رو معین کنند. برخی مثل سناتور لینزی گرام و سناتور بلومنتال معتقدند که هر چه زودتر عربستان، اسرائیل و ایالات متحده وارد یک پیمان امنیتی دفاعی بشوند، پیمانی که در دوره آقای ترامپ بین برخی از کشورهای عربی و مسلمان و اسرائیل بسته شد، به پیمان ابراهیم معروف بود، میگوین اون پیمان رو باید گسترش داد، عربستان رو هم واردش کرد. نکته این است که خود سناتور گراهام هم گفت الان فعلا در این کنگره، در شرایط کنونی، در سنای کنونی، به خاطر که یک معاهده بین المللی به 2/3 آرا احتیاج دارد، اون 67 رای الان وجود دارد. بعد از انتخابات ترکیب سنا ممکن است و هم بریزد. دیگه معلوم نیست که آیا این پیمان دفاعی و امنیتی بین این سه کشور امضا خواهد شد یا خیر. ولی فعلا از مکالمه بایدن و نتانیاهو میدونیم که به نظر می آید دو طرف از این مکالمه راضی هستند. هرچند به نظر می آید که آقای نتانیاهو با قلدری اون چیزی که میخواست از آقای بایدن گرفتن، یک مکالمه تلفنی، با اینکه آقای بایدن 50 روز بود که جواب تلفن ایشون رو نداده بود و به نظر می اومد اولویت اول رئیس جمهوری آمریکا
نبوده باشد. بله، ممنون از همکارم آرش علایی که از کنگره آمریکا همراه ما بود.